الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. شهادت رهبر بزرگوار و شجاع حزب الله لبنان، دبیر کل حزب الله، رهبر مقاوم، متدین، مؤمن، حجت الاسلام و المسلمین، سید حسن نصر الله رضوان الله تعالی علیه و جمعی از فرماندهان مقاومت رو به پیشگاه بقیت الله الاعظم قطب عالم امکان، روحی و ارواح العالمین، به تراب مقدمه الفدا و رهبر عظیم الشأن انقلاب و همه آزادگان عالم، همه مدافعان مظلومان، همه کسانی که در جبهه مقاومت حضور دارند، به ویژه مردم لبنان و خانواده هاشون تسلیت عرض میکنیم. این حادثه سخت در این روزهای سخت لبنان و غزه، امید داریم که انشاءالله زمینه‌ای بشود برای روزهای پیروزی، برای نابودی دشمن، برای از بین رفتن جبهه کفر. شهادت سید حسن نصر الله در سازمان ملل و نیویورک و امریکا رقم خورد. کسانی که می دانستند این اتفاق افتاده و می افتد، اما به اون مرد جانی، به اون ظالم ستمگر اجازه نطق در سازمان ملل دادند و اجازه سخنرانی دادند. لذا چراغ سبز امریکا و اروپا چنین جرأتی رو به این فرد جانی داده که این گونه یک روز اسماعیل هنیه رو در تهران، یک روز سید حسن نصر الله رو در لبنان، و این کشتار عظیمی که قریب یک سال است از اون حادثه هفته اکتبر داره اتفاق میفته، چراغ سبز رو اونها نشان دادند. و از خدا میخواهیم که انشاءالله همین دولت غاصب رو، هم حامیانشون رو خار و ذلیل بگرداند. حزب الله لبنان این سومین دبیر کل و رهبری است که از دست میدهد. 1982، بیش از 40 سال پیش، این گروه سیاسی نظامی شیعه در لبنان برای دفاع از مظلومان شکل گرفت. رهبر نخست صبحی طفیل، رهبر دوم سید عباس موسوی، و بیش از 30 سال است سید حسن نصر الله رهبری این گروه سیاسی و نظامی شیعه رو در لبنان بر عهده داره. بیشترین رهبری حزب الله رو ایشون داشته، بیش از 3 دهه. در کارنامه پردرخشش سید حسن نصر الله، خروج دشمنان از لبنان، نجات بیروت، آزادی اسرا، جنگ 33 روزه و اقتداری که برای منطقه ایجاد شد وجود داره. شهید بزرگواری که 64 سال عمر با برکتش تحصیل کرده، نجف، شجاع، مبارز، ولایت مدار،
بی نظیر از نظر تقوا و ایمان و کم نظیر از نظر در واقع درایت و مدیریت و بصیرت، خدای خداال مزد او رو بعد از 30 سال رهبری این جنبش در شهادت قرار داد. او برد شهادت، برد شهادت، بشارت شهادت به تعبیر امیر المومنین موضع شکر، من مواطن البشرا و شکر. البته خسارت عظیمی است برای ما و برای منطقه، اما بدانید این خونهای پاک انشاءالله زمینه خواهد شد برای پیروزی مسلمانان و نابودی صهیونیست ها. من وقتی این خبر رو شنیدم، خب امروز بنا شد موضوع بحث به اینجا سوق پیدا کنه، ناخودآگاه به ذهنم رسید وقتی خبر شهادت مالک اشتر رو به امیر المؤمنین دادند. البته هر کسی در تاریخ جایگاه خودش رو داره، اما این جملاتی که من امشب برای شما عرض میکنم، کلمات امیر المؤمنین بعد از شنیدن ترور مالک اشتره. مالکم ترور شد، او رو مظلومانه تو مسیر مصر به شهادت رساندند. مالک کسی است که امیر المؤمنین فرمود لقد کان لی کما کنت لرسول الله، اون جایگاهی که من پیش پیغمبر داشتم مالک پیش من داره. مالک کسی است که با شنیدن شهادتش امیر المؤمنین فرمود فلیبکل بواکی، سزاوار است گریه کنان بر او گریه کنند. مالک چه بود؟ چه ویژگی داشت؟ این فرمانده شجاع، این فرمانده قوی مقتدر چه ویژگی هایی داشت که امیر المؤمنین می فرماید سزاوار است گریه کنان بر او اشک بریزند؟ من اجازه می خواهم یه چند تا از این تعابیر امیر المؤمنین رو که گریه می کرد و درباره مالک اشتر می فرمود برای شما عرض کنم. ببینید چقدر نزدیک بعضی از این کلمات با امروز و با شهادت این شخصیت بزرگوار. فرمودن مالکن و ما مالک، مالک تو چه میدانی مالک کیست؟ والله لو کان جبلا لکان فندا، این حکمت 442 است. اگر مالک کوه بود، یک کوه بی نظیر بود، فند در لغت به معنای بی همتا، او کوهی بی نظیر بود، نه کم نظیر، مانند نداشت، یعنی با بصیرت بود، به قله های بلند فکر می کرد. ولو کان حجرا لکان سلدا، اگر سنگ بود، سنگی سخت و محکم بود که نمی شکست. چی میخواد بگه امیر المومنین؟ مالک رو به دو چیز تشبیه کرده، کوه بی نظیر و سنگی که سخت و محکمه، یعنی شجاع بود و همت عالی داشت، استقامت داشت، بی نظیر بود. بعد فرمود لا یرتقیه الحافر ولا یرقی علیه طائر، اونقدر بلند بود و اونقدر با شخصیت بود که هر مرکبی نمیتوانست از او بالا بره. بعضی کوها خیلی بلنده، مرکبا نمیتونن برن اون بالا، اسب اینا نمیتونه بره، پرنده بهش نمیرسه، پرنده تا یک افقی میتونه پرواز کنه. به شخصیت بلند مالک پرندگان و مرکبها نمیتونستن از اون به اصطلاح به اونجا ارتقا پیدا کنن و برسن. یعنی چی؟ یعنی مالک یک شخصیتی بود که به این سادگی تحت تأثیر اتفاقات و حوادث و زمزمه ها قرار نمی گرفت، خودشو نمی باخت، محکم بود، قوی بود. این تعبیر امیر المومنین راجع به مالک اشتر در حکمت 442
خب این سید بزرگوار شما بیش از 30 سال از تقریبا 1992 که سید عباس موسوی با همسرش به شهادت رسید، رهبری این جبهه رو و این تشکیلات رو بر عهده داره. شما سخنرانی هاشو دیدید، فریاد میزد خانه صهیونیستا خانه عنکبوته، ان من اوهن البیوت بیوته، فریاد میزد سنصلی فی قدس، فریاد میزد ما وفادار به ولایت و رهبر معظمیم، تا آخرم پای این داستان ایستاد، ذره ای تخلف پیدا نکرد. ولایت پذیری او، بصیرت او، استحکام او، شجاعت او، شما میدونید. حالا اینا انشاءالله بعدن یواش یواش مطرح میشه، گفته خواهد شد. ایشون زندگی سختی داشت، میدونید، یه آدمی بالاخره، حالا این اولین طرح تروری نیست که ریخته شد برای ایشون، بارها و بارها این طرح ریخته شده. یه وقتی یکی از عزیزان که شما هم میشناسید جای قرائتی میفرمودن، من واقعا گاهی قصه میخورم برای این شخصیت که یک شب خواب راحت نداره، گاهی نمیتونه یک جا استراحت کنه. با این همه حجمه سالهاست دنبال ترور او هستند، دنبال کشتن او هستند، تا امروز موفق شدند یا دیروز موفق شدند. این شخصیت ببینید این جایگاه رو داره. واقعا شخصیتی بود مثل کوه استوار، مثل حجر سخت و نفوذ ناپذیر. من یه بخشای دیگه ای از فرمایش امیرالمومنین رو خطاب به مالک اشتر خدمتتون عرض کنم. فرمود فانه ممن لا یخاف و وهنه، مالک هیچ وقت سست نشد، ولا سقطته، هیچ وقت لغزش پیدا نکرد، ولا بطئه، یعنی کند نشد، نه کند شد، نه لغزید و نه سست شد. این مفاد همون آیه قرآنه در سوره آل عمران، و کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا. این سوره آل عمران رو ملاحظه بفرمایید. میفرماید بعضی از رزمندگان در کنار انبیا اینطور بودن، سست نبودن، نکول یعنی در مقابل دشمن خضوع نداشتن، ضعف نداشتن. امیرالمومنین وقتی مالک رو فرستاد برای مصر، فرمود فقط بعثت الیکم عبدا من عباد الله، من یه بنده ای از بندگان خدا رو به سوی شما میفرستم که لا ینام ایام الخوف، در ایام ترس جنگ نخوابید، نخوابید، همواره بیدار بود تو صفین تو جمل. بعد فرمود ولا ینکل عن الاعداء، هیچگاه در مقابل دشمن سست نشد. خب شما تاریخ رو نگاه کنید، خیلی آدم ها شمشیرشون کند شد، سست شدن، تو صفین برگشتن، به امیرالمومنین پشت کردند. اما مالک هرگز این اتفاق تو زندگیش نیفتاد. این تعبیر رو من تعبیر زیبایی میدونم از امیرالمومنین درباره مالک، و تطبیق میدم بر جرایات امروز. فرمود اشد علی الفجار من حریق النار، مالک بر دشمنان از آتش محکمتر بود. چطور آتش میسوزانه؟ اشد علی الفجار، بر فجار، بر دشمنان شدید بود از آتش، من حریق النار. شما ملاحظه بفرمایید، شما به هر حال خیلی عزیزانی که اینجا حضور دارید سالهای انقلاب رو طی کردید، دیدید یاسر عرفات در پایان مبارزاتش با جبهه در جریان جبهه آزادی بخش فلسطین آمد دست داد، دیدید تو کمپ دیوید چه اتفاقی افتاد، انور السادات چه کرد، دیدید تقریبا موضوع اسرائیل به حاشیه رفت، فراموش شد با صلح و با اتفاقاتی که در سالهای خیلی دور اتفاق افتاد. اما شکلگیری حماس، جهاد اسلامی،
حزب الله لبنان، امروز مقاومت یمن، امروز مقاومت عراق. بله آقایون، هزینه داره. ما بزرگترین هزینه رو تو مبارزه با دشمن تو کربلا دادیم. بله بالاخره دل میسوزه، آدم قصه میخوره، دستهای عباس از بدن قطع بشه انسان قصه میخوره، ابی عبدالله زیر سم اسبان قرار گرفته آدم قصه میخوره، گلوی شش ماهه زب همه نل اوزان ال ال اوزان انسان قصه میخوره. اما اون فریاد بلند امام سجاد که وقتی اون شخص از ایشون پرسید شما پیروز شدید یا یزید، فرمود صبر کن اذان بگن ببین نام جد من تو اذان برده باشه یا جد یزید. یعنی اون چیزی که میمانه رسول الله اسلام. کوشن فرعون ها، کوشن کسراها، کجا رفتن؟ عرض میکنم یزیدها و شمرها و امویها و بنی عباس. تو همین سالهای خود ما مگه صدام کم جنایت کرد؟ من یادم نمیره یه وقتی خدمت آیت الله عظمای مظاهری بودیم، من خب ایشون استاد من بود، افطار ماه رمضانی بود به مناسبتی، اخبار اعلام کرد موشک در دسفول خورده مثلا 50 نفر 60 نفر. ایشون گفت من دیگه نمیتونم افطار کنم، غذا رو گذاشت کنار. فرمودن اینقدر حالم بد شد، هر مگر شما پشت سر هم اخبار سربریدن بچه های ما رو توی سردشت و پاوه نمیشنیدید؟ مگر بمباران ها تو همین قم و تهران؟ مگر حوادث مختلف ما تو این کشور هفته تیر دیدیم، هشت شهریور دیدیم؟ ندیدیم. اما چی شد؟ صدام بله باطل کف روی آبه، جولانی داره. شما مطمئن باشید، بدانید ان شاء الله به زودی زود خبر سقوط نتانیاهو خواهد رسید، ان شاء الله صهیونیست ها نابود خواهند شد. خدای ما وعده داده، وعده داده. و اما نکته مهمی که در زندگی مالک اشتر خودشو نشان میده و این نکته است که امیر المؤمنین میفرماید باید برای امثال مالک اشک ریخت، و این نکته است که میفرماید جایگاه مالک نسبت به من مثل جایگاه من نسبت به پیغمبر بود، اون نکته ولایت پذیری است، مطیع بودنه. اون نکته‌ای که عباس رو به جایی رسانده که امام بهش بگه به نفسی اند، اول فرض رو به جایی رسانده که امام سجاد بفرماید روز قیامت شهدا به مقامش قبطه می‌خورن، اون مقام ولایت پذیری است. اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفا و نصیحه لخلف النبی. عباس جان ما شهادت میدیم تو وفادار بودی به امامت، تو حتی آب ننوشیدی به اسم امامت. فلما ذکر آتش الحسین، کفی از آب چو آورد به نزدیک دهان، عکس شش ماهه در آن آب تماشا می. آب روی آب ریختی چون ارباب و مولا و امامت تشنه بود، نخواستی آب بنوشی. اون نکته ای که این روزها روزهای ورود حضرت معصومه به قمه، ما تو زندگی حضرت معصومه برجسته می کنیم ولایت مداری. اون نکته‌ای که تو زندگی امثال حضرت عبدالعظیم حسنی جایگاه این شخصیت رو به جایی رسونده که امام هادی بفرماید مرحبا بک، درود بر تو، انت ولی ناحقا. اون نکته پیروی از رهبر، پیروی از ولی خداست. بله ما یک اطاعتی از خدا داریم، اطیع الله، یک اطاعتی از پیغمبر داریم و اطیع الرسول، یه اطاعتی از ائمه معصومین داریم و اولی الامر منکم. این سه اطاعت، اطاعت محض از معصوم، از حجت خداست. وقتی میرسیم به دوران غیبت میایم سراغ موضوع ولایت و جایگاه فقیه. اون چیزی که سید حسن نصرالله همواره در این 30 سال رهبری حزب الله هیچگاه از اون نکول نکرد، اعلام ولایت و اعلام محبت و اعلام پیروی از
رهبر عظیم الشأن انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای. حفظه الله بود. این پرچم به زمین نخواهد ماند، بدانید دبیر کل حزب الله انتخاب خواهد شد، این میدان ادامه خواهد یافت و انشاءالله پیروزی، همانطور که رهبر انقلاب هم در پیام امروزشون اشاره کردن، در نهایت با جبهه حزب الله هست، چون قرآن قول داده، قرآن وعده داده، غالب پیروز جبهه الهی است. اما نکته آخر رو از یک آیه قرآن عرض میکنم به هممون، به همه کسایی که این برنامه رو میبینن، به همه کسایی که تو جبهه مقاومت مشغول مبارزند. آیه 30 و 31 سوره فصلت، این دوتا آیه رو ما باید نسب العین قرار بدیم. خدا میفرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، اگر کسی گفت خدا بعد استقامت کرد، میدونید استقامت شهادت داره، استقامت اسارت داره، استقامت حرف شنیدن داره. پیغمبر استقامت کرد، مجنونش گفتن، دندانش رو شکستن، عموش حمزه رو به شهادت رسوندن. چون استقامت جاییه که طبعا استقامت یک واژه اصطلاح در واقع تئوری که نیست، فرضی که نیست. شما وقتی استقامت کردی شهید میدی، اسیر میدی، جانباز میدی، ناسزا میشنوی، استهزا میشی، آزار میبینی. اگر کسی این ربنا اللهش راحته، آدم بگه خدا بره یه گوشه بشینه. شما تو مسجد الحرام برید همه دارن میگن خدا، او چه نمازی، چه عبادتی، قبل اذان صبح 1 ساعت 2 ساعت این صفهای نماز شب ایستاده، همه دارن میگن خدا. اما چه مقاومتی امروز عربستان در مقابل این جبهه در واقع دشمن داره، چه کمکی امروز به فلسطین داره، چه کمکی کشورهای منطقه دارند. خواندن صلات تراویح و نماز و قرآن پشت سر هم تو مسجدها خیلی ارزشه، اما به شرط اینکه این قرآن تو زندگی شما بیاد. شما وقتی به این آیه میرسید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کو این استقامت؟ شما کالای اسرائیل رو تحریم کردید، شما ارسال سلاح رو به اسرائیل تعطیل کردید، شما بیانیه دادید، یک تظاهرات تو کشورهای شما برگزار شد. خب این چه استقامتی است؟ اگر کسی استقامت کرد، قرآن می‌فرماید تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان نازل میشن. این تتنزل علیهم الملائکه منظور بر افرادی است که استقامت میکنن، منظور بر افرادی است که مقاومن. جبهه مقاومت بداند مصداق این آیه است، تتنزل علیهم الملائکه. ملائکه چی میگن؟ ملائکه به اینا چند تا چیز میگن. یک، الله تخافو، نترسید، ولا تحزنو، نگران نباشید، و ابشروا بالجنة، ابشروا، بشارت باد به شما به اون بهشتی که وعده داده شده اید. بدانید نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. من خواهش میکنم این جمله را دقت کنید، این آیه قرآن سوره فصلت آیه 31 میفرماید فرشته ها به مقاوما میگن ما دوست شماییم، ما همراه شماییم، نترسید. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. انشاءالله این آیه شریفه تو زندگی هممون تجلی پیدا کنه و نتیجهش رو هم ببینیم که الله تخافو ولا تحزنو. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه. مصیبت سنگینی است این جمعیت انبوه توی حرم تهران، اصفهان، یزد، همه شهرهای ایران امروز از خونه بیرون آمدن. یه سید اولاد پیغمبر غریبانه تحت یک بمباران به شهادت رسید، بدنش، جسم عزیزش میان آتشها سوخت
این جمعیت جمع شدن به عزای او خیلی سخته. خیلی ها دیشب نخوابیدن، خیلی ها امروز منتظر رسانه ها بودن این خبر بیاد متوجه بشن، تا اینکه امروز اطلاعی آمد، اشک ها از چشم جاری شد. سید مظلوم، سید بزرگوار، سیدی که عرض کردم زندگی آرامی نداشت، خودشو وقف کرد، خانوادهشو وقف کرد، امروز با این اطلاعیه خبر شهادت وقتی رسید همگان از خونه بیرون ریختن. میخوام عرض کنم زینب کبرا و امام سجادم نشسته بودن میان خیمه انتظار میکشیدن، چون امام حسین فرموده بود کسی از خیمه بیرون نیاد. یه وقت صدای الله اکبر بلند شد و یکبرون به ان قتلت و انبا قتلو بکت تکبیر و تحلیلا. زینب کبرا سوال کرد عزیز برادرم چی شده؟ فرمود پرده خیمه رو کنار بزن. پرده خیمه رو کنار زدن، آمدن بیرون، سری به نیزه بلند است در برابر زینب. خدا کند که نباشد برادر زینب ببینن سر مقدس ابا عبدالله بالای نیزه. من میخوام عرض کنم شهید بزرگوار سید حسن نصرالله ظاهرن چیزی از بدن شما باقی نمانده، گفتن یه انگشتری بدن شما در میان آتشها قرار گرفته، اما کربلا بدن ابی عبدالله پایمال سم اسبان شد. کاری کردن، نمیدونم اگه بستگان شما میمدن تو این صحنه چیزی از شما میدیدن که شما رو بشناسن یا نه. این اتفاق برای شهید رئیسی هم افتاد، ایشون هم چیزی از بدنش خیلی نمانده بود، بدن سوخته بود، اجازه ندادن بستگان بدن رو ببینن، اما کربلا دختر ابی عبدالله بدن بابا رو دید. بدن بی سر، بدن صلیب، بدن روی دست. خب نمیشناسه، با چی بشناسه؟ سر در بدن نیست، لباس به تن نیست. صدا زده امتی هازا نعش من، امه جون این بدن کیه؟ فرمود عزیزم این بدن باباد حسینه، حسینه. خدا این سید ما رو امشب با ابو عبدالله محشور کن. اون چه سختی کشیده امشب در کنار امام حسین، به او آرامش عنایت بفرما. خدایا انتقام خونش رو با نابودی اسرائیل بگیر. خدایا رهبر عزیز ما چقدر داغ ببینه ایشون. یه روز میگن سلیمانی، یه روز میگن شهید هنیه، یه روز میان میگن شهید رئیسی، امروز گفتن من نمیدانم ایشون چطور میخواد این داغها رو تحمل کنه. خدا به آبروی خودت، به آبروی اهل بیت قسمت میدم صبر به ایشون عنایت بفرما. سایه‌شونو بر سر ما مستدام بدار، خار چشم دشمنان قرارشون بده. خدایا همه این گذشتگان، شهید رئیسی، شهید سلیمانی، شهید انیه، شهدای مقاومت، فرماندهانی که از کشور ما به شهادت رسیدن، این شهید بزرگوار رو امشب میهمان ویژه سفره ابا عبدالله قرار بده. خدایا شهادت در راهت رو به ما نصیب بفرما، ما رو از یاران امام زمان قرار بده. خدایا در ظهور منجی عالم، قطب عالم امکان، حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. صلوات.